دریا سالار جیمز لاینز، فرمانده پیشین ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام. بحثی پیرامون شرافت. واشنگتن تایمز، 10 نوامبر 2011. زمان حفاظت از اشرف همین حالا. دولت اوباما فرصت نادری دارد تا نه تنها پای اصولش بایستد، بلکه با خارج ساختن مجاهدین از لیست آمریکا این علامت را بدهد که ما از یک بهار ایرانی برای تغییر رژیم در ایران حمایت می‌کنیم. به گفته یکی از مقامات ارشد دولت کلینتون، لیست گذاری مجاهدین خلق ایران به منظور جست حسن نیت در قبال حکومت تهران صورت گرفت. چنین جست حسن نیتی خفتبار بود، زیرا به دنبال بمب‌گذاری برج‌های خبر در عربستان بود که ما شواهدی دال بر دست داشتن رژیم ایران در آن داشتیم. فراتر از آن، ما سند داشتیم که حکومت ایران در بمب‌گذاری پایگاه‌های تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در 23 اکتبر 1983 دست داشته که موجب کشته شدن 241 تن از پرسنل نظامی ما و جراحت صدها تن دیگر شد. ما کاری انجام ندادیم و به دلیل همین بی‌عملی است که ملایان جنایتکار نمی‌ترسند و حتی ترور سفیر عربستان در پایتخت کشور ما را طراحی می‌کنند. در حال حاضر ما با یک موضوع اخلاقی دیگر مواجهیم، زیرا قول داده ایم از گروه اپوزیسیون اصلی ایران در کمپ اشرف در عراق حفاظت کنیم. در ژوئیه 2004 ما مجاهدین مستقر در اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به رسمیت شناختیم و در ازای تحویل دادن سلاح‌هایشان با آنها توافقنامه امضا کردیم که از آنها تا تعیین تکلیف نهایی حفاظت خواهیم کرد. در سال 2009 امنیت کمپ اشرف به نیروهای عراقی واگذار شد و نیروهای عراقی در ژوئیه 2009 مرداد 88 و بعد هم در 8 آوریل 2011 فروردین 1390 به بهانه لیست گذاری مجاهدین توسط وزارت خارجه آمریکا اشرف را مورد حمله قرار دادند. تعجبی نداشت که حکومت تهران از این حمله استقبال کرد و از دولت بغداد خواست به حملات ادامه دهد. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، این حمله اخیر را یک قتل عام خواند. سناتور کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، در نامه‌ای برای هیلاری کلینتون از وزیر خارجه خواستار حصول اطمینان در مورد سلامت ساکنان کمپ اشرف و سرعت بخشیدن به خروج مجاهدین از لیست شد. با توجه به ضرب العجل نوری مالکی نخست وزیر عراق که کمپ اشرف تا 31 دسامبر بسته می شود، زمان اقدام برای حفاظت اشرف و حل و فصل وضعیت 3400 تن ساکنان اشرف که شامل 1000 زن هستند همین حالا. دادگاه استیناف آمریکا در 16 ژوئیه 2010 حکم صادر کرد که وزیر خارجه در لیست گذاری مجاهدین به خطا رفته و به وزارت خارجه دستور داد این نامگذاری را بازبینی کند و قویاً توصیه کرد این نامگذاری باید فسخ شود. این که بازبینی با سرعت کندی پیش می رود بسیار غیر قابل قبول است، به خصوص که تمامی متحدان اروپایی ما پیشا پیش این نامگذاری را لغو کردند. آیا ما هنوز به این امید دوخته ایم که می توانیم با ملاهای قشری مذاکره کنیم؟ چنین مذاکراتی بی معنا خواهند بود. در 13 سپتامبر کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد رسماً به رسمیت شناختن ساکنان کمپ اشرف به عنوان پناهجو را اعلام کرد و از دولت عراق خواست
ضرب العدل را به عقب بیندازد. برای تضمین این که حرف ما و شرافت ما هنوز معنایی دارند، نام مجاهدین باید همین حالا از لیست وزارت خارجه حذف شود. علاوه بر این، تمامی ابزاری را که در اختیار داریم باید مورد استفاده قرار دهیم تا به مالکی تفهیم شود که ضرب العدل 31 دسامبر بایستی برداشته شود. ما جان 4400 نفر آمریکایی را از دست ندادیم تا در عراق حکومتی ایجاد کنیم که دست نشانده و مزدور رژیم ایران باشد. حرف آخر این که برای اطمینان از سلامت ساکنان اشرف، ملل متحد بایستی تیم‌های مانیتورینگ را در کمپ مستقر کند. زمان حفاظت از اشرف همین حالاست. دولت اوباما فرصت نادری دارد تا نه تنها پای اصولش بایستد، بلکه با خارج ساختن مجاهدین از لیست آمریکا این علامت را بدهد که ما از یک بهار ایرانی برای تغییر رژیم در ایران حمایت می‌کنیم.